حالا یه بار دیگه روز رفتم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ولاگ دیگه در کانال یوتیوب من، یعنی شیوا دیلی لایف. ما امشب قرار بریم خونه یکی از دوستان مهمونی. البته این رسم ما هر شنبه شب داریم، با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم. به خاطر اینکه اینجا هوا خیلی گرم شده، اصلا نمیشه بیرون رفت. ما هم که هیچ وسیله نقلیه‌ای نداریم، نه موتور داریم نه ماشین داریم. به خاطر همین دیگه شنبه شبا هر کسی غذای خودش رو درست میکنه، میریم کنار هم دیگه شام میخوریم. البته امشب دوستم گفت من میخوام قرمه سبزی درست کنم، تو دیگه چیزی درست نکن، من فقط یک کیک شکلاتی درست کردم که با خودمون ببریم دیگه، بریم دوره هم باشیم. ما همیشه شنبه شبا این برنامه رو داریم که حالا قرار شده هفته دیگه خونه ما جمع بشیم دوره هم دیگه. تا آخر ولاگ با من باشیم. منم تازه دوش گرفتم، اصلا حالا حوصله آرش کردنم ندارم، میخوام فقط یه کرم مرطوب کننده بزنم و یه آرش خیلی کمی انجام بدم و برم. بچه این کرم حلزونه، من تقریبا یک ماه دارم ازش استفاده میکنم. روزای اول که میزنم یه ذره پوست صورتم جوش میزد، ولی الان خیلی خوب شده، قشنگ پوستم رو تا 48 ساعت مرطوب نگه میداره و اصلش هم اینجوریه که یک کمی اینجوری کش میاد، میبینید مثل همون ماده لغزنده‌ای که حلزون رو شرکت میکنه، اینم یه مقداری این حالت رو داره که کش میاد. من خیلی راضی بودم ازش. اگر ترکیه هستین که میتونین خیلی راحت از ترندیول بخرید، البته ایرانم فکر کنم راحت بتونین بخریدش، چون دیدم که خیلی از آنلاین شاپ ها اینو میارن. لباسم رو عوض کردم، اومدم یه کوچولو هم کانسیلر بزنم که برای اینکه یه ذره صورتم از این حالت بیحالی در بیاد. اینجوری نمیشه، بعد برم جلو آینه. خب من آماده شدم، آرایشم در همین حد کافیه، حالا حوصله آرایش کردن ندارم. همین الان دوستم زنگ زد گفت چرا نمیای، دیر شده، ساعت 9 و نیم شبه. بریم که دیر شد. قبل از اینکه بریم به مهمونیمون برسیم، اومدم اینجا تو این فروشگاه یه کمی تخمه و چیپس و پفک بخرم که دست خالی نریم خونه دوستم، چون به هر حال زحمت شامو کشیده بود. میخواستم که ما هم بالاخره یه خوراکی چیزی با خودمون ببریم. یه بسته تخمه گرفتم، یه بسته پفک و یه بسته چیپس با یه دونم نوشابه که دیگه همه رو بردیم اونجا با دوستامون دور هم دیگه خوردیم. طبق معمول آقا ویهانم خوراکی خودش رو جدا میکنه از توی قفسه ها. حالا یه بار دیگه روز رفتم اینطوری الان رو به بالا فکر کنیم. وقتی رسیدیم دیدیم زحمت کشیده، میوه و شکلات و بیسکویت و آماده گذاشته، شامم که جاتون خالی قرمه سبزی عالی و خوشمزه پخته بود. وای آزی خانم قرمه سبزی درست کرده، دست پختش هم انقدر خوشمزه است، ما مثل گاو میخوریم هر وقت میه خونشون. دیگه خوشمزه. خوش اومدین عشقم. مرسی. برنج زعفران.
آره. دوست خوشگل من که هر شنبه ما به زحمت میدیم، حالا قرار شده هفته دیگه آزاده نمازم. سلام فالوورای عزیز شیوا جون، خیلی خوشحالم که دارم با تون از نزدیک صحبت می نزدیک میشه. اگه نبود ما تا حالا دق کرده بودیم. قربونت برم. من هم همینطور. اگه شیوا نبود آره به خدا این مخصوصا این عشق منه، این جیگر منه. وای خدا ما این همه هنر رو کجا بریزیم؟ همینجا داریم آیس لاته درست میکنیم. بعد از اینکه شام خوردیم، دوستم اومد توی آشپزخونه مشغول درست کردن آیس لاته شد که واقعا خوشمزه بود، ولی خب من خیلی نتونستم بخورم، فقط شاید نصف این لیوانه رو تونستم بخورم. دیگه جای شما خالی خوردیم و انقدر خونشون سرد بود، کولر روشن کرده بودن، یعنی من از سرما پتو پیچیده بودم دور خودم، هم من هم بیان جفتمون خیلی سردمون شده بود. دیگه هر موقع میرم خونشون پتوی من اونجا آماده است. پتو میپیچم دور خودم. بعدش هم اومدیم توی اتاق، دوستم زحمت کشید موهای منو سشوار کشید. من اکثر وقتا خودم وقتی میخوام موهام حالت بدم با اتو این کارو میکنم، ولی خب یعنی خودم تنهایی تو خونه نمیتونم سشوار بکشم. دیگه دوستم گفت بیا بعد سشوار بکشم، منم از خدا خواسته دویدم نشستم کلی موهامو خوشگل کرد. بعد از اینکه زحمت موهامو کشید بهم گفت که چون ناخنای دستم یکمی کدر شده، گفت بیا برای تاپ کات بزنم. بعدش دیگه زحمت کشید ژلیش ناخنای پام هم برام انجام داد، چون خودش ناخونکاری بلده، همه وسایلش هم داره. دیگه زحمت کشید ناخنای منم لاک زد و حسابی دیگه اون شب ما به خودمون رسیدیم، یعنی خیلی حال داد خداییش، هم لاک زدم هم موهامو سشوار کشیدم هم کلی غذای خوشمزه خوردم. واقعا یه شب عالی بود کنار دوستای مهربونمون. بعد از شامم که بساط فال ورق و فال قهوه بود، خیلی دیگه دیر وقت شد، 2 بود که دیگه بچه ها نشستن به پوکر بازی کردن و 3:30 شب بود که ما برگشتیم خونه. بچه سلام، ساعت تقریبا 3:30 شب، ما تازه رسیدیم خونه، یعنی تازه اومدیم. یه قابلمه قرمه سبزی خوشمزم دوستم بهم داد، دیگه فردا هم راحتم از نار درست کردن. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین، خیلی دوستتون دارم، تو ولگ بعدی میبینمتون.